بینندگان عزیز و ارجمند کرد کانال، در هر جا بیننده ما هستید، سلام و درود ما و همکاران ما را پذیرا باشید. در برنامه دیگر از برنامه منشط به خدمت شما عزیزان رسیدیم. طبق روال برنامه به خبر و موضوع مهم هفته میپردازیم و بعد از اون هم به تیتر روزنامه های مهم ایران میپردازیم. آینا سری، خیلی خوش اومدید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. از موضوع مهم هفته شروع کنیم. موضوع مهم هفته که در واقع همه روزنامه ها هم به یه شکلی در دو سه روز بهش پرداختن، سخنرانی خامنه ای بود در جمع در واقع گرد همایی عشایر کل کشور. بیشتر اون اهم موضوعاتی که خامنه ای در اون سخنرانی بهش پرداخته موضوعی بود که روزنامه ها عمدتا در موردش زیاد نوشتن. درسته، متشکر. میرسیم به تیتر روزنامه های مهم ایران. از روزنامه آرمان ملی شنبه 28 خرداد شروع کنیم. وضعیت گردشگری در آرمان ملی یک سرمقاله گذاشته شده و به وضعیت گردشگری در دوران پسا کرونا اشاره کرده. من پیش از این که به این مطلب بپردازم، میخوام به یه نکته‌ای که در واقع روزنامه دایلی تلگراف آمریکا یک آماری رو گرفته بود، یه آمار میدانی که گردشگرایی که در واقع رفتن ایران پس از کرونا، بیشتر گردشگرای در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس یا همسایگان عرب ایران بودن. اینها چند مؤلفه رو در اون مثلا آمار میدانی برجسته دیدن. چند مؤلفه که حالا شاید اشاره کردم بهشم بد نباشه. مشهد رو از سه جهت خیلی خوب و قابل پذیرایی برای گردشگران عرب ترجیح دادن و تشخیص دادن: غذا، سکس و مثلا خرید مثلا مایحتاج اولیه که در مشهد هست. و این موضوع که شهر مذهبی، به هر حال آدمی مثل علم الهدا امام جماعت مشهد و کلی هم مدعی، البته گهگاهی در ادعای خودش به این موضوع هم اشاره کرده که مثلا کسانی که از کربلا میان بوی تربت کربلا رو به خودشون میارن و زنهای ما، زنهای مشهد البته منظورشونه، باید به اینا خوش آمدگویی کنن و داستانهای حاشیه اون. بله، ممنون. میرسیم به روزنامه جمهوری اسلامی شنبه 28 خرداد. در مورد چه کسی کرونا را شکست داد؟ توی این روزنامه به اظهارات مدیرعامل بهداشت استان گیلان که با رئیسی دیداری داشته و ظاهرا از رئیسی تشکر کرده، رئیسی در اون مثلا گفتمانی که بین خودش و این مدیرعامل بهداشت بوده گفته که طلبه ها و بسیجی ها در دوران کرونا راهنمایی کردن پرستاران رو که چگونه با کرونا مواجه بشن. مدیر عامل به اصطلاح نماینده بهداشت در استان گیلان خیلی صریح و تند گفته بود که هر کی این حرف رو زده بی جا کرده، پرستارا جون خودشون رو فدا کردن، مثلا عرصه بهداشت رو خالی نگذاشتن و ما خسارات زیادی در عرصه چه پزشکی و چه دایره پرستاری داشتیم. این مطلب کاملا در مورد این موضوع و این مباحثه‌ای که بین این دو ویژگی و این دو وضعیت بود. بله، متشکر. میرسیم به روزنامه کیهان یک شنبه 29 خرداد. بر عهد خود با مردم، رئیسی در چند جایی که سخنرانی داشته در این روز
به مناسبت سالگرد فرارسیدن ریاست جمهوری خودش، اولین سالیه که ایشون دست گل‌های متفاوتی رو به آب داده. ادعا کرده بر عهد خود با مردم پایبندیم. بیشتر به مسائل اقتصادی اشاره کرده که کاملا مغایرت داره با حرفایی که داره میزنه اینجا. تورم یه چیزی حدود 22-23% در دوره رئیسی از دوران روحانی سبقت گرفته، بیشتر شده. دلار به مرز 33,000 تومان رسید که اینا رسوندنش به 32,000 تومان فکر کردن که خیلی کار شگفت انگیز و خیلی کار شاهکاری کردن، در حالی که به اصطلاح به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن مردم. حالا با این شعار من اومدم و به شعارهایی که دادم با عهد خودم به مردم پایبندم، این چیزی بوده که کیهان طبق معمول جریان اصولگراست و به اصطلاح خط خامنه‌ای رو دنبال میکنه، از رئیسی هم اینجوری حمایت یکسویه کرده. درسته، ممنون. میرسیم به روزنامه ابتکار، یک شنبه 29 خرداد، در مورد دنیا، در دنیای موازی. یک مقاله جالبی نوشته شده در گوشه این صفحه روزنامه که توجه منو جلب کرد. اشاره کرده به مصاحبه‌ای که عادل فردوسی پور اخیراً با علی دایی انجام داده. از علی دایی پرسیده که اگر در جهان موازی، یعنی جهانی به موازات جهان امروز تو حضور داشتی، الان به جای اینکه فوتبالیست بودی چی کاره بودی؟ آیا احتمال داشت که رئیس فدراسیون فوتبال باشی؟ مقاله رو با این مقدمه شروع کرده، گفته اگه مثلا اقتصاد ایران این تحریم ها رو تحمل نمی کرد، این تحریم ها نبودن، ما انرژی هسته‌ای نمی خواستیم، یا مثلا اتفاقات دیگه ای رو، چون به هر حال سرمقاله یه روزنامه است خیلی صراحتا نمی تونه به اون دیدگاه های خودش بپردازه، مقایسه کرده و گفته که هیچ وقت ما در دنیای موازی اگر خیلی منطقی میخواستیم برخورد کنیم، الان شکل اقتصاد ما اینجوری نبود، شکل وضعیت سیاسی ما در جهان اینجوری نبود، گذرنامه هامون بی ارزش‌ترین گذرنامه های جهان نبود و به اصطلاح پول نفتمون جاهای بهتری برای رفاه مردم خرج میشد و دیگه کسی برای نون شبش نمی اومد اعتراض کنه. اگر در جهان موازی میشد مثلا یک مساواتی رو برای جهان امروز در نظر گرفت و اونو حقیقی پنداشت. بله، متشکر. میرسیم به روزنامه کیهان، دوشنبه 30 خرداد، در مورد عبور 10 ماهه از میدان مین دولت غرب‌گرا. طبق معمول خوب کیهان ما انتخاب میکنیم به خاطر تیترهای جنجالی و غیر قابل باورش که کاملا مشخصه که یک سویه از رئیسی و از اون جریان اصولگرای خط بیت رهبری حمایت میکنه. رئیسی رو که نه سواد سخنرانی داره، نه تیمش سواد اقتصادی داره و نتونستن بحران‌های کشور رو از لحاظ دیپلماسی خارجی یا همه آنچه که در حوزه مرزهای ایران داره اتفاق میفته خوب کنترل کنه، نتونسته کنترل کنه، ولی شریعت مداری از این یک قهرمان پوشالی ساخته که این از میدان مین روحانی رد شده. البته روحانی هم سر و ته کرباس رئیسیه، منتها حداقل در دوران روحانی یک مقدار این بحران در واقع مقدارش کمتر بود. رئیسی چند پله اینو برده بالاتر. حالا اگر جمهوری اسلامی بمونه و اگر اینا، امیدوارم که اینجوری هم نباشه، عمرشون بر دوام باشه، کسی دیگه بیاد باز رئیسی رو چیز میکنه، پله خودش قرار میده، میگم از میدان مین رئیسی مثلا من رد شدم.
حالا این گفته از میدان مین روحانی رئیسی تو این ده مورد شدن. یعنی به جای اینکه در فکر درست کردن و کنترل کردن مشکلات و گرفتاری های کشور و اداره کشور باشن، دیگه به فکر پاک کردن صورت مسئله کلا. میرسیم به روزنامه شرق. دوشنبه 30 خرداد مجلس داماد وارداتی را پس زد. اظهار نظر جنجالی نماینده اصفهان تو مجلس که منجر به واکنش های خیلی زیادی چه در داخل مجلس و در خارج از مجلس در جامعه شد، اظهار نظر بسیار نابخردانه و خیلی دور از عقلانیت بود که واقعا در هر جای دیگه دنیا چنین اظهار نظری در مورد حوزه انتخابیه خود اون نماینده حتی یا حوزه حزبی همون نماینده بشه، قطعا اون نماینده همون لحظه باید به فکر استعفا یا برکناری خودش باشه. اما در جمهوری اسلامی اصلا اینجوری نیست. نماینده اصفهان اظهار نظرش این بود، گفته بود که برای پایین آوردن سن ازدواج، چون میدونید که سن ازدواج در ایران هی داره روز به روز آمارش بالاتر میره، یعنی سن ازدواج میره بالاتر، درخواست ازدواج میاد پایین تر، گفته دختران و خانم های بالای 30 سال ما میتونن به اصطلاح شیعیان کشورهای همسایه به اصطلاح جواب مثبت ازدواج بدن و میتونن باشون ازدواج کنن، هم باعث نمیدونم گسترش روابط اسلام و نمیدونم اینجور داستان ها میشه. خیلی توهین‌آمیز و خیلی غیر عقلانه و خیلی وقیحانه است. البته من دیروز یک ویدیو توی مثلا یکی از شبکه‌های خبری دیدم که همین نماینده با اتومبیلش توی اصفهان رفته بود از یک جایی دیدن کنه، جوان‌های اصفهان با چوب و چماق اینا ریخته بودن ماشینش رو، قشنگ حسابی از خجالتش در اومده بودن. اینم اظهار نظر اون بود که حالا به اصطلاح شرق خیلی محترمانه داماد وارداتی عنوانش رو انتخاب کرده. بله خیلی ممنون. میرسیم به روزنامه کیهان چهارشنبه 1 تیر. در مورد سخنرانی های علی خامنه ای بوده، هر کس مردم را از آینده ناامید کند. این تیتر مورد توجه تمام روزنامه ها بود، حتی روزنامه اطلاعات هم در گوشه بالای صفحه خودش به این نکته اشاره کرده بود که عمدتا کمتر میره سراغ این هیاهو و این داستان ها روزنامه اطلاعات به خاطر محافظه کار بودنش. خامنه ای گفته هر کس که سعی کنه مردم رو از نظام و از انقلاب ناامید کنه تو زمین دشمن بازی کرده. حالا من سوالم اینه که اگه تو هزاران میلیارد دلار برای انرژی هسته‌ای خرج میکنی، سفره مردم رو کوچیک میکنی، گرسنه‌شون میکنی، تصور بنزین به اصطلاح حوزه خلیج فارس رو داری ولی دستمزد به اصطلاح توی ایران رو میدی، مثلا دستمزد کارگر توی ایران ماهی حد اکثر 5 میلیون تومانه، در حالی که شما در عراق در نظر بگیر حداقل 700 هزار دینار دستمزد یک کارگره، الان 700 هزار دینار رو شما با به اصطلاح تومن ایران بخوای مقایسه بکنی یه چیزی حدود نمیدونم شاید 20 میلیون تومن پول باشه. خب تو 20 میلیون تومن به اون کارگر بده مشکلی نیست، بنزینش هم بکن 10 هزار تومن، ولی تو داری به قول یکی از دوستان میگفتش که ما داریم هزینه نیویورک رو میدیم زندگی تو مثلا شعب ابی طالب میکنه، یعنی واقعا اینقدر تفاوت چیز هست. بعد خامنه ای میگه کسی مردم رو ناامید بکنه، خود شما دارید با کاراتون، با اقتصادتون، با سیاستتون، با سرکوب داخلیتون مردم رو از زندگی ناامید میکنید، نه از انقلاب و این داستان ها، دارید از زندگی ناامید میکنید که از زندگی هم ناامید شدن واقعا مردم. درسته، متشکر. میرسیم به روزنامه کیهان پنجشنبه 2 تیر. مدیریت و
آرامش بازار ارز. آره اینم باز ما کیهان رو به خاطر این انتخاب کردیم که کلن سوژه میده دستمون. سوژه خیلی دست میده. آره کلن سوژه سازه کیهان. ادعا کرده که دولت رئیسی بدون اینکه ارز تزریق بازار کنه قیمت ارز رو چجوری نگه داشت؟ یعنی قضیه همون به مرگ گرفتن و به تبرازی شدنه. تو دلار رو از 23-24 هزار تومن روحانی تحویل گرفتی، رسوندیش به 34 هزار تومن. بعد حالا اوریش 32 هزار تومن. بعد میگی که کنترل کردم. چیو کنترل کردی؟ خودت این فواره غیر قابل کنترل دلار رو تو بازار فتیلش رو زیاد میکنی، بعد خودت یه خورده کمش میکنی، ببین من دارم کنترلش میکنم دیگه، بدون این که عرض به بازار تزریق کنم. یعنی واقعا اینا با این شعار دادناشون من نمیدونم، یا دو حالت داره، یا واقعا خودشون آدم های نابخردین و نمیفهمن این شعارا رو میدن، یا تصورشون متاسفانه از مردم اینه که مردم این درک رو ندارن که به اصطلاح بدی های اینا رو آنالیز کنن و حقیقت رو خودشون دریابن. بله متشکر. میرسیم به روزنامه شهروند پنجشنبه دوم تیر در مورد پنت‌هاوس در فرشته. این مقاله در واقع یک ارزیابی تطبیقی از لحاظ قیمت کرده، در تهران هم این کار کرده، اشاره کرده، گفته که در حالی که خیلی از مردم لنگ یک جای 40-50 متری هستن و برای یه جای 40-50 متری در حواشی تهران یا در جنوب شهر تهران ناچارن 200-300 میلیون تومان پول رهن بدن، بعد 10-15 میلیون تومان اجاره در ماه پرداخت کنن، یه سری پنت‌هاوس هستن در شمال شهر تهران که حتی قیمت هالیوود رو هم رد کردن. یعنی مثلا یه چیز رقمای بالغ بر مثلا 65 میلیارد تومان. مثلا تصور کن این پولا از کجا میاد، چجوری، چه کسی این پولا رو در میاره؟ مگر غیر از دولتی ها یا غیر از کسانی که با رانت حکومت دارن زندگی الان در ایران رو سپری میکنن، به جز اینا مگه کسی میتونه چنین ارقام نجومی رو بابت چنین خونه ها و چنین زمین ها و چنین مکان های پرداخت کنه؟ این تطبیق خیال انگیز ارقام و تأثر برانگیز ناراحت کننده که در یک شهر کلان شهری مثل تهران چجوری یکی میره با 200 میلیون تومان زن و بچه‌شو میبره توی یه جای 40-50 متری، یکی هم 70-80 میلیارد تومان میده و یک پنت‌هاوس توی فرشته از قیمت معادل همون خونه در نیویورک هم گرونتر یه خونه میخره. بله متشکر. میرسیم به روزنامه آرمان امروز، اونم پنجشنبه دوم تیر در مورد نانخوری اضافه ممنوع یه تیتری زده. یه نکته ای که به اصطلاح توجه منو جلب کرد، میدونید که در هفته گذشته نان با به اصطلاح کالا برگ کوپن، بله، یا اصطلاحا کارت نان به اصطلاح تحویل به مشتری داده میشه. سخنگوی دولت اومده گفته که ما یک سامانه هم راه اندازی کردیم که رصد کنیم که کسی اضافه بر اون مایحتاج خودش نان خرید نکنه. خیلی غم انگیزه. یعنی تو با یک ذره بین کنترل میشی که اگه روز مثلا روزانه 5 تا نون برای خانواده‌ات میگرفتی، حالا برادرت مثلا از شهرستان اومده خونت، مثلا 5 تا رو میخوای بکنی 7 تا، یه هفته بعد مثلا از طرف اداره بازرسی زنگ میزنن تو رو، میگن آقا برای چی نون اضافه خریدی؟ این یعنی کره شمالی.
این یعنی دیکتاتوری مطلق که دیگه کنترل جمهوری اسلامی از سفره ها، از جیب، از مغز، از همه چیز گذشته، به نونی که لقمه میکنی میذاری دهنت به اون رسیده. یعنی میخواد بگه که ما از این به بعد مقدار نونی که میخوری هم کنترل میکنیم، مقدار نونی که خانوادت میخوره هم کنترل میکنیم، که اگه دو لقمه بیشتر خواستین بخورین ما بیاییم یقتون رو بگیریم، گلوتون رو فشار بدیم و اون لقمه های اضافه رو از دهنتون در بیاریم. این از این. یه موضوع دیگه ای که خیلی غم انگیز بود و خیلی تأثیر برانگیز بود، زلزله 6.1 ریشتری بود که در افغانستان اومد. واقعا مردم مظلوم افغانستان حتی زمین هم با اینها نامهربانه، یعنی زمان، آدمها، کشورها، حکومتها دائم در حال عوض شدن و در حال توسری زدن به مردم افغانستانن و این بار حتی زمین هم به اینا رحم نمی کنه، یعنی زمین هم با اینا نامهربانه. یه زلزله اومده 1000 نفر در همون دقایق اولیه مثلا کشته داده، 1500-600 نفر فعلا مثلا مجروح و حادثه دیده از این قضیه زلزله است که امیدوارم با کمک های بین المللی بشه به مردم افغانستان که مردم مظلوم و مردم محرومی هستن کمک بیشتری رسوند. بله ممنون. میرسیم به آخرین روزنامه، روزنامه ابتکار، پنجشنبه 2 تیر، دستور کار لاوروف در تهران. همونجور که میدونید بایدن قرار سفری به خاورمیانه داشته باشه، مثلا اجلاس سران کشورهای حاشیه خلیج فارس میخواد شرکت کنه، با محمد بن سلمان میخواد دیداری در یک جلسه جمعی داشته باشه، ادعا کرده که میخواد روابط عربستان و اسرائیل رو به اصطلاح تحکم بیشتری ببخشه و یک به اصطلاح سپر دفاعی در مقابل اون عصیانگری ایران در منطقه ایجاد کنه که ایران دست از این خرابکاری ها و تعدی به کشورهای همسایه دست برداره. همزمان وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه سفر داشت، متعاقب اون محمد بن سلمان به ترکیه سفر کرد و با به اصطلاح اردوغان ملاقاتی داشت. در همین حیث و بیس و روحوا موندن برجام، لاوروف هم به تهران سفری کرده تا یه سری خط و ربطایی به تهران بده که همین باعث شده بود که امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران یک اظهار لطف مخلصانه خدمت عالی جناب پوتین بکنه و بگه که حالا که برجام بخواد به یک سرانجامی برسه باید روسیه هم به منافع خودش دست پیدا کنه. حالا معلوم نیست که این آقای عبداللهیان سفیر ایرانه یا سفیر روسیه است، سفیر کجاست؟ سفیر روسیه میرسه. آره خیلی هم واکنش های تندی به امیر عبداللهیان کردن، منتها این چیزا دیگه بر جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک سنگ پای قزوین، یعنی دیگه اصلا به این چیزا توجه نمی کنن و دارن کار خودشون رو می کنن و ظاهرا چین از این عرصه اقتصادی آروم آروم داره خودش رو کنار می کشه و روسیه داره تمام بار سنگینی که از جنگ اوکراین در اروپا و تحریم بهش دست داده داره رو سر ایران خالی می کنه و امیدوارم که به هر حال عاقبت خوشی از این پایان تلخ نصیب مردم بشه. امیدواریم. بله متشکر. ممنون آقای ناصری از تحلیل‌های شما در مورد تیتر روزنامه‌ها. بینندگان عزیز وقت برنامه ما به پایان رسید. سپاس و تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه‌ای دیگر بدرود.